از شما بپرسیم از روایات متعددی که در رابطه با تاریخ تولد مسیح پیامبر وجود داره و این ترتیب 10 ساله‌ای که گویا در انجیل در خصوص تاریخ تولد مسیح پیامبر وجود داره برای ما بگی، چون به نظر میرسه در صدر مسیحیت کریسمس جزء تعطیلات و اعیاد مهم نبود. درست میگید، بله، در 3 قرن اول اصلا کریسمسی وجود نداشت، چون تاریخ تولد مسیح رو اولا نمیدونستن، ثانیا در ایمان مسیحی کلن این چیزها اهمیت اول رو نداره، مراسم معنی پشتش مهم هستش. و در 3 قرن اول روز قیام رو جشن میگرفتن که روز برخواستن عیسی مسیح از مرگ هست، وقتی که به صلیب کشیدن. در قرن 3 و 4 بود که کریسمس وارد شد و دلیلش هم این بود که خب تا اون زمان رومی هایی که مسیحیان رو میکشتن در قرن 3 به عیسی مسیح ایمان آوردن، خود امپراتوری ایمان آورد و مسیحیت در دنیای غرب رواج یافت و یک مراسمی رو اینها به ارث برده بودن از خدایان قبلیشون و جشن میگرفتن این روز کریسمس رو برای یکی از خدایان که خدای کشاورزی بود و جشن میگرفتن و شبیه این جشن رو خیلی از ملت‌ها دارن، مثل خود ملت ما که شب یلدا رو جشن میگیریم، خیلی از ملت‌ها این تاریخ رو جشن میگیرن. دلیلش هم اینه که خب پاییز، بهار و پاییز، زمستون و پاییز تموم شده، کاراشون رو کردن، حالا زمستونی در پیشه و محصولاتشون آماده است و کنار گذاشتن. 3 ماه در حقیقت تعطیلی که کار نیست و آذوقه هم هست و رومی ها این روز رو جشن میگرفتن برای خدای کشاورزی و بعد که مسیحیان و رومی ها مسیحی شدن این روز رو تبدیل کردن، گفتن خب ما این روز رو دیگه اون بت پرستی و اون خدایان رو که نمی پرستیم، ولی خب روز جشن ملی مونه، خب این روز رو تولد به جای تولد خورشید یا تولد خدای کشاورزی، ما تولد عیسی مسیح رو جشن میگیریم. از قرن 4 این رواج پیدا کرد که به تدریج تمام دنیا رو گرفت و همونطور که میدونید خود ایران هم خیلی ها بیشتر و بیشتر، خود شما اشاره کردید، هر سال بیشتر جشن میگیرن و خب دلیلش هم مشخصه، در ایران خوشحال بودن مثل اینکه غیر قانونیه و مردم ایران دنبال دلایلی میگردن که در اون شادی باشه و خب جشن کریسمس جشن شادیه، جشن هدیه دادن از خودگذشتگیه، جشن محبت کردن و بخشش هست، جاییه که و زمانیه که تمام دنیا شادی میکنن، نه به خاطر تولد پیامبر همونطور که گفتم، به خاطر اینکه خدا ما رو دوست داره و محبتش رو به ما نشون داده.